خوش آمدید. آرزو هستم تا ایدم ما را همراهی کرده باشین. خوشبختانه باز هم میهماندار هستیم. آقای ذکریا بارکزی با ما هستن که ایشان روانشناس هستند و موضوع رو که انتخاب کردیم موسیقی از دیدگاه روانشناسی که بیشتر می‌خوایم در این مورد صحبت‌های همچنان داشته باشیم. سلام، خوش آمدین استاد. ممنون شما لطف کردین. صبح شما بخیر. من هم خیلی خوشحال هستم که در یک برنامه دیگر با جمع شماها در خدمت ایزان قرار دارم. ممنونتون. ما هم خیلی خوش هستیم شما در کنار خود داریم. خب حالا می‌شنویم از شما موسیقی از دیدگاه روانشناسی، چون همه از نظر خود موسیقی را تعریف کردن و گفتن موسیقی یعنی چی. بعضی ها ایره هم پابندی کردن که بله موسیقی اصلا درست نیست شنیدنش. پس از شما میشنویم. سلامت باشین کرشمه جان. چیزی که در تاریخ بشریت تا امروز در مناقشه قرار گرفته مسئله موسیقی هست. در مورد موسیقی مسئله علم صحبت کرد که موسیقی چیز خوبه هست، برای روح و روان انسان تاثیرگذار هست. دین کم مسئله را نقد کرد و که موسیقی شنیدن کار درست نیست. بعضی از افراد که نسبت به مسئله هستن آگاهی ندارن که آیا درست است یا درست نیست، اینا هم قضاوت و یا باورهای سنتی خود را دارن، میگن موسیقی خوب است یا موسیقی بد است. در مورد مسئله پس چیزی که تا امروز مورد مناقشه انسان ها قرار گرفته بود مسئله موسیقی هست. حالا ما در مورد مسئله صحبت میکنیم که انسان ها دو زندگی دارن یا دو بود دارن. یکی بود جسمی ما هست. بود جسمی ما معمولا به آب، هوا، غذا، اکسیژن نیازمند است. اگر نرسید سرانجام از بین میریم، مرگ به طرف مخاطب آمد. یکی بود روانی یا معنویت ما هست. بود معنویت ما به انجام دادن کارهایی هست که باعث معنویت یا تقویت معنویت ما میشه. موسیقی یکی از بخشای هست که میای به صفت غذای روح و روح انسان ها را پرورش میده و روح انسان ها شاد بودن خود را همیشه هم تجربه میکنن. حالا خود موسیقی به آواز گفته میشه که آواز میایه یک سلسله احساسات را در وجود انسان برانگیخته میسازه. حالا فرق نمیکنه که این آوازها چی است. لالای مادر جزء موسیقی هست، شنیدن آهنگ جزء موسیقی هست، صدای آبشار جزء موسیقی هست، صدای پای حسب جزء موسیقی هست، صدای شیرخوانی، ترانه‌خوانی، سرودخوانی، شبخوان نشستن ها جزء موسیقی است. اینا از جمله مواردی هستن که احساسات ما را برانگیخته میسازن. هر چیز مبهمی که در درون وجود انسان هست این را حل میسازه. از این جهت ما در تعریف موسیقی در عصر امروز این تعریف بجا دانستیم و معقول هم دانستیم. خیلی خوب. واقعا چون ما همیشه میگیم که موسیقی غذای روح هست، زمانی که این واژه رو ما استفاده میکنیم همین کلمه رو یادآور میشیم. بعضیا میگن نه خیر، خودت اشتباه میگی، اصلا موسیقی شنیدن خودش گناه است. ولی این که اگر در گناه هم میشه خود یک شخص میشه نه کسی دیگه. چون ما همیشه میخوایم پابندی بانیم بالای دیگرها، همیشه حاکمیت داشته باشیم بالای دیگرها که ما چیزایی را که میگیم باید همون کارها را آنها انجام بدن، نه دیگه خلاف کار. سلامت باشین. من در مورد موضوع موسیقی که واقعا امروز ما نظرات خود را برای دیگران تحمیل میکنیم، خب چند مسئله از دیدگاه علم بر ما واجب هست که باید اینا رو در امورات زندگی خود مراعات کنیم. در قدم اول مسئولیت ها و ارزش ها موضوع یا بود فردی هست نه بود جمعی. ما در مقابل خود مسئول هستیم و اگر نسبت به مسئله علاقمندی داریم خب گاه میگذاریم، اگر علاقمندی نداشتیم از مسئله کم دوری میکنیم. اما ما هیچگاه حق از این موضوع را نداریم که خواسته ها و علایق درونی خود را به صورت مکمل بالای دیگران تحمیل کنیم و بگوییم اگر از آدرس ما یا از دید ما این مسئله درست نیست باید از دید تو هم درست نباشه. برای ما خیلی این موضوع ننگ آور است، برای تو هم خیلی گوار باشه، اما در حالی که اجازه بر ما داده نشده. چند مسئله باعث میشه که ما این موضوع رو در خود داریم. یکی مسئله امو باورهایی هست که ما از گذشتگان اینا روی عقاید گرفتیم نه روی تحقیق. هرگاه ما یک مسئله رو روی عقاید بگیریم این در عقیده ما کس میشه، ما همیشه عقاید خود رو بدون چون چرا بالای دیگران تحمیل میکنیم. یکی موضوع جهالت هست که هیچگاه نمیخوایم در برنامه‌های زندگی تغییر کنیم. در هر آن چیزی که گیر موندیم گیر میمونیم تا آخر، دیگه کوشش نمیکنیم از این خود را نجات بدیم. و یکم در مورد مسئله عادت‌های زندگی است. خب معمولا ما هرگاهی که بالای دیگران نظرات خود را تحمیل کردیم این آمد جزء عادت شد و سلوک ما رو به صورت مکمل در بر گرفت. اینجا سرانجام ما جمله انسان‌های شدیم که مشکلات برای طرف مقابل کردیم. واقعا. خب استاد میخوایم یک نکته را اشاره داشته باشیم و میخوایم از شما بپرسم. بعضی ها هستن که خیلی زیاد موسیقی یا آهنگای آرام میشنون. بله. این چقدر میتونه بالای روح روانشون تاثیرگذار باشه؟ چون از حد زیاد شنیدن یک آهنگ آرام این طبیعی است که ما دچار یک مشکل میشیم. حتما تکلیف روحی به ما پیدا میشه. این که تعمیلی بالای دیگرها هم بشنوانیم چقدر میتونه مضر تمام شه. سلامت باشین. اینجاها دو موسیقی هست. یکی موسیقی با ضرب است، یکی موسیقی بدون ضرب. ضرب هست. بله. موسیقی هایی که با ضرب هست معمولا تحت عنوان نمادهایی هست که نابهنجاری صدا رو پوشش میتن. چرا ما در محفل عروسی میریم شب میایم خیلی خسته هستیم، در بستر خوابم تا صبح خواب ما نمیبره، کابوس میبینیم، خوابهای بد میبینیم. چرا در محفل عروسی میریم؟ زمانی که پذرخانه آمدیم کم دوای ما در قانون خانواده هم صورت میگیره. علت مسئله در این است که اونجاها موسیقی با نمادهای توهم بوده که نمادها هیچگاه زمینه رو مساعد نکرد که ما از موسیقی لذت ببریم، سرانجام باعث یک سلسله تخریب یا هورمون هایی که پرخاش ما رو به وجود میآورد باعث پرخاش شد. اکثرا آهنگ های راک زمانی که در موتر یا در جاهای شنیده میشه این باعث پرخاشگری انسان ها میشه. این یک جهت موسیقی است که داری برای کار خود را انجام میده. یکی موسیقی هایی است که همیشه اینا بدون ضرب هست و تنین میاندازه برای انسان. اینجاها چند مفادش مورد بحث قرار میدم. مفاد اولش این است که ما در وجود خود دارای یک نظم هستیم، زمانی که نظم بر هم میخوره خب به معنای عزیز کفسردگی میه، استرس میه، نابهنجاری ها میه. با شنیدن موسیقی های آرام این هم موارد از وجود با گم میشه، پس برای ما یک نظم درونی میته. یک مسئله دوم، زمانی که ما در برنامه های زندگی بیشتر اوقات سعی میکنیم که در روابط اجتماعی خود دچار مشکل باشیم. هرگاهی که ما موسیقی را میشنویم، موسیقی خودش یکی از زمینه ها یا بسترهای مناسب برای ایجاد روابط اجتماعی هست. روابط اجتماعی برای خیلی ها مستحکم میسازن. یکی از مسائل یا فایده های موسیقی در هم برنامه های زندگی کم کردن وزن است. خیلی برای انسان جالب هست. هرگاهی که وزن ما بیشتر باشه به این معنی است که ما کالری بیشتر انرژی میگیریم. زمانی که در جریان غذا خوردن ما آهنگ آرام میشنویم، این آهنگ آرام زمینه سازی میکنه، این گونه زمینه سازی میکنه. خود اهلام میده 20 دقیقه نیازمند غذا است. در 20 دقیقه اگر هر قدر غذا رو برای میده بفرستی، میده در مقابلش نه نمیگه، همیشه با کمال میل میپذیره. اگر در این 20 دقیقه کم تأخیری آمد و آیسته آیسته غذا رو خوردیم، اینجا کالری انرژی هم کم گرفته میشه و بالاخره از وزن ما هم کاسته میشه. مثل بعضی کسا میگن ما قبل از نان یک لقمه نان نمیخوریم، میگیم چرا؟ میگه اشتهای میسوزه. خب حرف از اینجا هی است که مو 20 دقیقه تأخیری در غذا زیاد ایجاد میشه، خب باعث کاهش وزن در اینجاها شد. یکی از علتهای بسیار اساس موسیقی همیشه باعث از این میشه که ذوق و علایق ما رو خیلی ها بیشتر بسازه. ما زمانی که ذوق و علایق خود را بیشتر میسازیم در برنامه زندگی خوب هم زندگی میکنیم. و یک مفاد بسیار جالب دیگه شی است که جنین در بطن مادر در ماه چهارم توانایی شنیدن را پیدا میکنه. اما زمانی که اگر مادر از آهنگای هارام استفاده میکنه، آهنگای هارام رو اینجا میشنوه، این آهنگ هارام بالای اوش یا بالای کارکرد جنین در بطن مادر خیلی تاثیرگذار هست. وقتی که فرزند میاد به دنیا دچار مشکل نیست. دو تجربه بسیار خوب اینجاها از طرف روانشناسا انجام شد، چون معمولا زمان که حرفا مطرح میشه باید از لابراتوار جهانی عبور کرده باشه و مسئله تجربی باشه. یک اینا تحقیقات خود را بالای گل انجام دادن، دو گلدان گل رو بسیار زیبا را گرفتن، برای یک گلدان روزانه 15 20 دقیقه آهنگ پخش میکردن، برای یک گل دیگه در جای دیگه که بود آهنگ پخش نمیکردن. هر روز نگاه کردن هو گل که آهنگ میشنید شاد شده رفت، شاد شده رفت، گل‌های زیبا زیبا داشت، او که آهنگ نمیشنید پشمرده شد. و تجربه دوم خود این گونه انجام دادن که اینا دو کریستال آب رو گرفتن، در هر دو کریستال آب نامنظم ریختن. او کریستال که آهنگ شنید آبش روز به روز منظم شد و او کریستال که آهنگ نشنید آبش نابهنجار شد. وجود ما انسان ها از 75% آب تشکیل شده. خب پس موسیقی هم بر اساس همون تجربه بالا کارکرد ذهن، روح و جسم ما تاثیر میگذاره. اینجاست که آرامش ذهن خودم نصیب بشیم. واقعا خب ما همیشه گفتیم که چندین نوع موسیقی هست، اما دو نوعش ما خیلی زیاد میبینیم. بله. یکی آرام است و دیگه شاد و مست است. موسیقی شاد و مست چقدر میتون روح روان شاد نگاه کنه، موسیقی آرام چقدر میتون بالای روح روان تاثیرگذار بشه. نکات را شما اشاره کردین در موسیقی آرام میتونید این گونه پیش بریم. ولی استاد ما شاید بعضیا بودیم که زمانی که آهنگای آرام میشنم، اولش من خودم نمیتونم آهنگ آرام بشنوم، چون زمانی که ما آهنگ آرام میشنوم خیلی آرام میشم و همیشه در فکرای آدم میره که اصلا نباید او فکر باشه یا هم گذشته خود به یاد بیاره که اگر گذشته هر قدر زیبایی خود هم داشته باشه باید ما یک مرور داشته باشیم، اما آنقدر هم عمیق فکر نکنیم در مورد گذشته. حالا بعضی ها دوست دارن که هر روز تکرارن یک آهنگ شنیدن، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ سلامت باشه. ببینین انسان ها ممثل نقش خود هستن. ما مسئولیت شنیدن آهنگ را در هر جای مطابق نیاز خودش داریم. بله. اگر قرار است که در کانون خانواده هستیم و اینجاها مصروف یک مطالعه هستیم، خود نیازمند از این هستیم که یک آهنگ آرام باید شنید، چون اگر آهنگ با ضرب را اینجا بشنویم شاید که چند کار خودم عقب بانیم. اما زمانی که با تعداد جوانا هستیم خب ناگزیر هستیم، اینجاها نمیتونیم که آهنگ دلخواه خود را بالا از اینا تحمیل کنیم. خب اینجا هم آهنگ کیمیایی هست، شاد است، خیلی خوب تر میشنیم. در محفل عروسی میریم خب نمیشه آهنگ آرام اینجا مطرح شد، خب آهنگ شاد اینجاها مطرح میشه. من میگم کرشمه جان در مورد این مسئله چند اصول را باید از ما رعایت کنیم. اصول اولی هست هرگاهی که ما یک آهنگ رو دوست داشتیم، هیچگاه در یک جمع زمانی که نشستیم با همگی دوستای خود نگوییم که این آهنگ پلیکو این آهنگ از هم آهنگا کرده بهتر هست. ذوق را که خود داری، ذوق بسیار قدیمی است، اصلا ذوق تو به درد نمیخوره. بگذاریم هر کس مطابق میل خود آهنگ خود رو دوست داره، شاد دوست داره، آرام دوست داره، راک دوست داره، پاپ دوست داره، هر آن چیز را که دوست داره. ما در قسمت دوم شنیدن یک آهنگ برای انسان ها سه بار خیلی لذت بخش است. اگر بار چهارم و پنجم شنید به این معنا است که ما این آهنگ با یک سلسله کارهای دیگه خود گری زدیم، با گذشته خود گری زدیم، با خاطرات خود گری زدیم، با حالت نابنجاری گری زدیم. هر قدری که آهنگ رو بیشتر بشنویم اما گذشته ها بیشتر به یاد میاد، درد بیشتر میسازه، دیگه درد خیلی بیشتر میسازه. هم اگر در آهنگ خود تغییر ایجاد کردیم، چنج آوردیم، اونم درد به صورت مکمل هم دور میشه، در حالی که آهنگ خیلی زیاد است. نکته سوم زمانی که ما در اصولهای آهنگ شنیدن مورد بحث هستیم، خیلی اوقات بعض راننده ها هستن که آهنگ رو خیلی بلند پلی میکنن. عزیز توی آهنگ چرا بلند پلی میکنی در حالی که افراد جامعه خوش ندارن؟ تو مسئولیت آهنگ خود رو داری، در موتور تمی آهنگ خودت گوش کن. این اصول خیلی ها مهم است که باید این اصول هم در نظر گرفت. قسمت چهارم بعضی از کسا هستن که خود آهنگ رو دوست ندارن، نمادهای آهنگ رو دوست دارن. دختر خانم در این آهنگ خیلی رقص مقبول داشته، رقص از اون اصلا دوست داشته، این آهنگ دوست نداره. این آهنگ یک منظره خیلی خوب داره، منظرهش دوست داره، آهنگ رو دوست ندارن. میگم عزیزان اگر ما قرار است که از آهنگ لذت ببریم و بتونیم در مطابق نیازمندی خود غذای روی خود را از آدرس آهنگ تأمین کنیم، پس بیا نیازمند هستیم که آهنگ را بشناسیم، چون به دلیل که موسیقی یک بحر بسیار کلان است، آنقدر یک علم وسیع است که همه علوم رو در داخل وجود خود قرط میکنه. پس اگر ما آهنگ را شناختیم و این آهنگ برای ما تنین انداخت لذت بردیم و در مورد مسئله ذهنیت ما را فعال ساخت، خب اینجا آهنگ بود، اما آهنگی که برای دیگران حزیت کنه و ما بالاخره مطابق حزیت دیگران رضایت بخش باشیم، این فکر میکنم دیگه آهنگ نیست. واقعا خب زمانی که ما هر شب خلاقی داریم باید نزد خود نگه داریم، همه چیزی که هست تعمیلی نباشه بالای دیگران. بله. زمانی که تعمیلی میشه شاید ما هم دچار مشکل میشیم، آنها همچنان دچار مشکل شوند. خب حالا دیگه اواخر رواج به این شده که اگر کسی یک وابستگی می داشته باشه، علاقی به یک جان مقابل خود می داشته باشه، اون را نام عشق و عاشقی را میتن و همیشه میگن که بله ما عاشق هستیم، آهنگ های عاشقی میشنویم. این تا چی حد میتونه بالایشون تاثیرگذار باشه؟ چون زمانی که ما یک آهنگ یا چندین آهنگ به یک پیوندگیری میزنیم و میگیم بله همیشه خودت هم همین آهنگا را گوش کن خیلی خوب است، چون تمام درد من در یک آهنگ نهفته است و همین آهنگ من تقدیم میکنم به خودت، هیچ کمی میتونه تاثیرگذار باشه و جان مقابلشون. میگن در برنامه‌های زندگی خوب را بار میاره، بد را بار میاره. ما اگر یک گذشته داریم، خب گذشته حق هر انسان از گذشته خود را داره. اما اگر یاد گرفتیم که گذشته را با یک سلسله آهنگا گره بزنیم و از آدرس شنیدن آهنگ گذشته خود به صورت مکمل فراموش کنیم، فکر میکنم خیلی ها اشتباه است. معمولا خیلی ها اوقات پیام‌های تأکیدی بالای کارکرد ذهن ما تاثیر داره. ما یک آهنگ را میشنویم، غم. خب پس این آهنگ غم، بله گریه را به تو میاره، این آهنگ غم برای تو میاره و در آینده ها تو خیلی مشکلات مواجه میسازه. اگر اینجاها یک آهنگ را شنیدیم که آهنگ برای ما یک سلسله اس به تفاوتی را داد، که یعنی در برنامه‌های زندگی وابستگی چی معنا داره؟ از این قید بند خود را رها کو از زندگی لذت به صورت مکمل اساس بر، این بالای ما تاثیرگذار است. پس میگم عزیزان شنیدن آهنگ را هیچگاه ما ربط نتیم با یک سلسله مسائل دیگه که حتما این آهنگ پادشاهی هست و این آهنگ پادشاهی با گذشته ما در ارتباط هست، این غم و اندوه ما را خیلی بیشتر میسازه. هرگاهی که دچار غم و اندوه بودیم، آهنگ‌های شاد باید شنید تا مشکلات خود را در مورد مسئله حل کنیم. و هرگاه که خیلی ها نسبت به یک موضوع برانگیخته شدیم در امر مطالعه، در امر کارکردهای دیگه، اینجا آهنگ آرام را شنید. اگر در حالت غم و اندوه آهنگ‌های غم و اندوه را میشنویم، این غم و اندوه ما کاسته نمیشه بلکه افزایش پیدا میکنه. اما در حالت شاد باید آهنگ‌های شاد را شنید و در حالت‌های غم و اندوه آهنگ‌های شاد را جایگزین کرد تا اون هم فراموشی‌ها کم کم به وجود بیاد. یعنی مهارت ما خیلی خوب دارم و این دلیل که ما آهنگای آرام واقعا اصلا دوست ندارم. من دوست داشته باش کرشمه جانم، بعضی هاشون شاید دوست داشته باشم اما انقدر زیاد نیم. بعضی ها هستن که در موبایلشون هم اگر تماشا کنیم فقط اما آهنگای آرام است میبینن میشنن. من خودم شاید بعضی از دوستا بودیم یا هموطنان ما بودیم، زمانی که آهنگای آرام زیاد میشنون اما اشکاشون جاری میشه. اشک جاری شدن درست است تا حد فایده هم میرسونه، ارزاست، بله ارزا تخلیه است. بعضی اوقات با ما مشکلات زیاد دیگه هم به بار میارم، مثلا تکلیف روحی پیدا میکنیم. بله. و همین است که همیشه غرق خود میباشیم و میخوایم تنها باشیم. تنها بودن تا چی حد میتونه که ما را بالای روح روان ما تاثیرگذار باشه؟ و آهنگای غمگین که زیاد مشنون که گویا مرتضی پاشایی را میگن خیلی مدعوز دارم. آهنگای خودش واقعا خیلی غمگین است، خیلی تراژید است. زمانی که او آهنگا را ما میشنویم بالای روح روان تاثیرگذار میباشد. این چقدر میتونه این ضربه وارد کنه به یک شخص؟ سلامت باشید. اولا خود انزوا را در برنامه‌های زندگی به صورت مکمل نقد میکنیم که انزوا کار درست نیست. هر انسانی که در انزوا کشانده میشن از جمع فاصله میگیره، به این معنا است که غم‌های خود را با خود شریک میسازه. اما هرگاه که انسان ها زمان دچار یک مشکل شد، در جمع قرار گرفت، غم خود را با دیگران شریک ساخت. وقتی کمی حرف را برای دیگران مطرح کرد، مشکلش حل میشه. همین قسم آهنگ هم جمله ایجاد روابط با انسان ها میکنه. بعض آهنگ است که روابط تنهایی را به وجود میاره، بعض آهنگ است که روابط های جمع را به وجود میاره. وقتی که انسان ها آهنگ شاد در حالت غم میشنون، این آهنگ شاد در برگردی از این مسئله هست که این آهنگ در ذات خودش پایکوبی داره، این آهنگ در ذات خودش خنده داره، این آهنگ در ذات خودش انرژی را آزاد میکنه. خب پس هم مسائل به صورت مکمل حل شد، چون آهنگ زبان هست که با ما صحبت میکنه و همه چیزها رو برای ما یاد میده. هم اگر انسان در حالت تنهایی میاد، در کنج خانه تنها میشینه، درم به خود بسته میکنه و آهنگ های تراژید و غم آلود را میشنوه، اینجاها به گونه میشه که همه چیزها دوباره تداعی میشه. زمانی که تداعی شد، همه پرسه را هم یادش میاد. زمانی که یادش آمد، به جایی که یکی تخلیل اونی صورت نمیگیره، یکی با اندوخته ها و خاطرات ازی خیلی بیشتر هم افزوده میشه. اینجاهای شخص را دوچار مشکل میسازن. پس میگم عزیزان، شماها در مورد مسئله این گونه سعی کنین، هرگاه که دوچار مشکل شدین آهنگ را ترجیح بدین. آهنگ درمونی یکی از بخش های زندگی هست، اما آهنگ را شما انتخاب کنین که آهنگ برای شما شادابیت ببخشه. اما اگر آهنگ برای شما کشندگی ایجاد کرد، خب پس معمولا این آهنگ نیست. به جای این همه مفاد، ضررهای زیاد را میکنیم، چون معمولا کارکردهای ذهن بالای کارکردهای جسم انسان تاثیرگذار است. بعضی کسا به یکبارگی خیلی ها وزن میگیره، اما نگاه میکنه میگه وزن گرفتی، اما وزن از این نشان دهنده حالت نابهنجاری روحیش است. بعضی کسا زخم های معده پیدا میکنه و اکثرا کسا میگه که شاید در مورد بیداشت خوب مراعات نکردی، اما در حال که حالت روحی از بالای زخم های معده تاثیرگذار است. پس ما اگر روح و روان خود را شاد نگاه کنیم، این روح و روان ما بالای جسم ما تاثیرگذار است، به مو اندازه هم برای دیگران شادابیت ما برمغان می و اینجاها پیری های زودرس هم به طرف مونه می، شادابیت هم به طرف مونه. واقعا خب همیشه ما باید در هر حالت زندگی لبخند بر لب داشته باشیم و شاد و خوش باشیم، بدون شک. چون اگر ما شاد نباشیم، هیچگاهی کس ما رو نمیتونه شاد بسازه، بجز از خود ما. خود ما کسی هستیم که خدا میتونیم کمک کنیم. اما میخواهیم که انشالله در هفته‌های آینده استاد این بحث را ادامه بدیم که چگونه باید گذشته خود فراموش کرد، چون بعضی کسایی هستند که ما خود ما شاید بودیم که بسیار رنج میبرند از اینکه گذشته خود فراموش کردن نمیتونن. حالا همه چیز گری زدن با گذشته که چقدر میتونه این برشون ضرر برسونه و چقدر میتونه که اینا آسیبای زیاد رو ببینن. ما میتونیم یک مرور به گذشته داشته باشیم. کرشمه جان، من در مورد مسئله بسیار کوتاه اشاره هم دارم. از آقای شمشاد تقاضا میکنیم بس ما را یک بس سیستماتیک درست کنه که بس سیستماتیک را واقعا به گونه آغاز کنیم تا همه مخاطبین ما از این مسئله هم بتونن از ببرن و در ضمنش یک پیام بسیار خوب رو برای اونها هم داشته باشیم. بله انشالله. بعد از امروز یعنی هر هفته که میای روز شنبه، روز اول هفته، آقای بارکزی با خود می داشته باشین که روی موضوعات مختلفی که خیلی زیاد جوانان مشکل دارن و میخواین که راههای حل پیدا کنن، ما همون موضوعات انتخاب میکنیم. شما همیشه میتونید نظریاتتون رو با ما شریک بسازین که باید کدام موضوعات ما انتخاب کنیم که آقای بارکزی اینقدر خوب و قشنگ صحبتایی که می داشته باشن، واقعا خیلی خوش آینده از هر آن قدر که صحبت های ما داشته باشیم ادامه بدیم، چون زمانی که راه های حل به وجود میاد یا هم پیدا میشه، ما را میتونن کمک کنن. بعضی ها هستند که خیلی از غم و اندو رنج میبرند و گوشه نشین هستند. خب زمانی که ما موسیقی میشنویم، استاد چقدر میتونه ما را کمک کنه و کسانی که دوست ندارن آنقدر زیاد، دوست یا فرند یا هر کس که از در گوشه و کنارش نیست، میخواد همیشه تنها باشه، با موسیقی باشه، اصلا هیچ کس دوست نداره. سلامت باشین. پیش اشاره کردم که انسان ها مسئله نقش خود هستن. ما گاهی نقش خود را در امر موسیقی داریم که موسیقی بشنویم، گاهی نقش خود را در امر روابط اجتماعی داریم که در جمع باشیم، گاهی نقش خود را در زندگی های شغلی خود داریم، بریم وظیفه خود را انجام بدیم. اما اگر موسیقی را مطابق یک برنامه جز یک بخش از زندگی بسازیم که معمولا موسیقی ها را گوش کنیم و از موسیقی لذت ببریم، این وقت پیدا کردنش بر ما خیلی ها نیاز است. انسان همیشه یک هوا را تجربه میکنه. گاهی یک هوا به طرف انسان میاد، این هوا گاهی ساعت های دب به طرف انسان ها میاد، گاهی هم ساعت های غروب فرو به طرف انسان همه. خب علت این دو هوا در این هست که انسان ها معمولا در اول صبح کار که میکنن ساعت 10 خسته میشن، بعد از ظهر هم کار که میکنن در عصر غروب کم خسته میشن. اینجاها اگر واقعا انسان یک آهنگ را میشنوه و این آهنگ میای برای انسان شادابیت میبخشه و مشکل انسان را حل میکنه. اما بسیاری اوقات ما از آهنگ لذت بردن نمیتونیم. علت از اینکه از آهنگ لذت بردن نمیتونیم، دل ما تمایل نشان میده که ما باید آهنگ بشنویم، اما ذهن ما یا رفتار ما به ما اجازه نمیده آهنگ را بشنویم. اینجاها یک سلسله کارکردهای سنتی عاید حال ما شده. ما معمولا از اطرافیان خود شنیدیم که کسانی که آهنگ میشنوند دروازه دوزخ برایشان باز است و اونجا میره. در اینجا وقتی که انسان ها رو در دروی قرار دادن یک سلسله آموزه های غلطی که واقعا بر اساس تجربه نیست، در حالی که دین مبین اسلام در مورد مسئله تاکید بسیار زیبای خود را داشته. آخر دین مبین اسلام هیچگاه آهنگ را مورد نیکویش قرار نداده، اما معمولا از آهنگای بس کرده که آهنگا یک سلسله مزخرفات را برای انسان بار میاره. خب معمولا همو اخلاقی یا همو تعهد اخلاقی وجود انسان به انسان اجازه نمیده که آهنگ های مزخرفه که باعث تباهی انسان ها میشه انسان به طرف از این کشانده شوه. اما ما زمانی که در دوره قرار میگیریم، در تعارض قرار میگیریم، نمیتونیم از این مسئله به صورت مکمل لذت بریم. پس قبل از اینکه آهنگ را بشنویم بیایم این مسئله را یاد بگیریم که کدام آهنگ را بشنویم، آیا آهنگ چقدر برای ما مفاد داره، در کدام شرایط باید شنیده شه، مشکل ما حل میشه. شما استاد ان شاء الله که در هفته آینده همچنان بحث مختلفی می داشته باشیم. ممنون از شما. ممنون شما. سلامت. فعلا هم یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، ما را همراهی کنیم.